سلام رفقای گلم امیدوارم حالتون مثل همیشه فوق العاده عالی باشه و سرشار از انرژی مثبت باشین با یه جلسه ای آموزشی دیگه در خدمتتون هستم توی این قسمت میخوام در مورد درج فایل های صوتی توی صفحات وب واسهتون با جزئیات توضیح بدم توی قسمت قبلی در مورد درج فایل های ویدیویی صحبت کردن و توی این قسمت در مورد درج فایل های صوتی با همدیگه صحبت می کنیم. خب اولا که وارد وبسایت w تو Schools بشید وارد قسمت HTML وارد بخش HTML مدیا و از اونجا لینک سوم یعنی HTML اودیو رو باز بکنید. و خودتون حتما حتما یک بار این مقاله رو بخونید خیلی خیلی شبیه درجه ویدیو هست وقتی میخواستیم یک ویدیو توی صفحه وب داشته باشیم از عنصر ویدیو استفاده میکردیم وقتی میخوایم یک فایل صوتی داشته باشیم از عنصر اودیو استفاده میکنیم بعد داخلش به این صورت دوباره عنصر سورس رو می و اتریبیوت src بهش میدیم و اینجا آدرس اون فایل صوتی رو میدیم خب ببینید اینجا من در کنار این فایل index.html هم یک فایل صوتی دارم به اسم mp 3 آهنگ مادر آرون افشار هستش خب اینو به این صورت می نویسم و اینجا attribute type رو می نویسم میگم تایپ هم audio هست slash mp3 دقیقا مشابه ویدو فقط اینجا به جای اودیو می نوشتیم ویدو و بعد از اسلش فرمت اون فایل ویدیوی رو می نوشتیم حالا اگه OGG باشه به این صورت می نویسیم ببینید همین رو کپی می کنم اگه OGG باشه مثلا ما در نقطه OGG اینجا هم می نویسیم audio slash OGG یا مثلا اگه فرمت WAV باشه به این صورت ببینید فرض کنید که فرمت فایل صوتیمون WAV باشه اینجا هم می نویسیم تایپش رو می نویسیم ای wav و همونطور مشابه ویدیو اینجا میتونیم یک متن بنویسیم ببینید مثلا چیزی که اینجا نوشته your browser does not support the audio element یعنی مرورگر شما پشتیبانی نمی کنه از این فایل صوتی اگه هیچ کدوم از این سه تا منبعی که مشخص کردیم هیچ کدوم از این سه تا فایل توسط مرورگر پشتیبانی نمی شدن. میاد و این متن رو به کاربر نمایش میده که کاربر بدون اینجا یک عنصر صوتی وجود داشته ولی مرورگر از اون پشتیبانی نمیکنه. خب دوستان الان ببینید هیچ چیزی اینجا به من نمایش داده نمیشه. باید چیکار کنم؟ میام اینجا به اودیو اتریبیوت کنترل رو دقیقا مشابه ویدیوها کنترل رو بهش میدم. به محض اینکه اینجا اتریبیوت کنترل رو اضافه میکنم میبینید که داره به من این فایل صوتی رو نمایش میده میتونم فایل صوتی رو پلی کنم پاز کنم میتونم اینجا عقب جلوش کنم میتونم صداش رو اینجا کم و زیاد بکنم خلاصه ببینید الان پلی میکنم و پازش میکنم خب دیگه میتونیم چی کار کنیم میتونیم اینجا توی قسمت CSS بهش استایل بدیم میگم اودیو رو انتخاب کن و مثلا ارزش رو بیشتر کنیم ارز 500 پیکسل بهش میدم ببینید این کشیده تر میشه به اندازه 500 پیکسل مثلا میگم ارز 600 پیکسل داشته باشه ببینید شد 600 پیکسل پس میتونید یه سری استایل هم بهش بدیم خب حالا خودتون لطفا بیاید این مقاله رو بخونید همین چیزایی هست که واسهتون توضیح دادم چیز خاصی نداره خب همونطوری که اینجا هم توضیح داده یه اتریبیوت هم داریم به اسم اتو پلی که توی ویدیو هم وجود داشت و اگه این اتریبیوت اتو پلی رو اضافه بکنیم اینجا یعنی اینجا بعد از این کنترلز یا قبلش فرقی نمیکنه بنویسیم اتو پلی به محض اینکه وارد صفحه میشیم به صورت اتوماتیک اون فایل صوتی شروع به پخش میکنه بریم پایین تر ببینیم دیگه چه توضیحاتی داره خب اینجا یه نکته نوشته گفته که مرورگر کروم اجازه نمیده توی اکثر مواقع اجازه نمیده که یک موزیک به صورت اوتو پلی شروع به پخش بکنه اصلا این کار درستی هم نیست که به یک موزیک به یک فایل صوتی اتریبیوت اوتو پلی بدین فرض کنید مثلا اون کاربر یه موقعی نصف شب وارد وبسایت شما میشه یه ها به محض اینکه وارد میشه یه چیزی شروع به پخش کردن بکنه اصلا کاربر رو آزار میده این کار پس به هیچ عنوان این اوتو پلی رو به فایل های صوتیتون اضافه نکنید اما میگه اگر اومدین این اوتو پلی رو اضافه کردین اتریبیوت میوتد رو هم بعد از اوتو پلی اضافه بکنید که حداقل باعث بشه وقتی که به صورت اتوماتیک شروع به پلی میکنه به صورت میوت، به صورت بی صدا شروع به پلی کردن بکنه اینم از این نکته و اومده براوزر ساپورت رو نوشته که پشتیبانی توی مرورگرها به چه صورت هست بهترین فرمت واسه یه فایل های صوتی MP3 هست که توی تمام مرورگرها پشتیبانی میشه ولی مثلا OGG رو گفته توی سافاری پشتیبانی نمیشه بعد اومده مدیا تایپ ها رو توضیح داده گفته اگر از فرمت MP3 استفاده کردیم توی قسمت تایپ یعنی اینجا می نویسیم اودیو خب حالا من اینجا نوشتم اودیو MP3 پس درستش اینه اودیو MP. خب ببینید یه نکته رو اینجا فهمیدیم پس لطفا به توضیحات من بسنده نکنید خودتون بیاد دوباره وبسایت رو مطالعه کنید ممکن منم یه جاهایی رو اشتباه توضیح داده باشم خب اگر از OGG استفاده کردیم می نویسیم audio slash اگر از فرمت WAV استفاده کرده باشیم توی قسمت تایب می نویسیم audio WAV خب این شد موضوع درج فایل های صوتی توی صفحات وب در مورد یه موضوع دیگه هم میخوام واسه صحبت بکنم اگه بیاید و وارد این لینک بشید HTML یوتیوب اومده توضیح داده که چطوری ما میتونیم ویدیوهایی که توی یوتیوب هستن رو توی صفحات وب خودمون نمایش بدیم هرچند این کار توی ایران که یوتیوب فیلتر هست خیلی استفاده نمیشه یعنی به ندرت استفاده میشه چرا چون اگه ما این کار رو هم بکنیم کاربر اگه بدون فیلتر شکن وارد وبسایت ما بشه نمیتونه اون ویدیو رو بکنه پس من میام سرویس مشابه یوتیوب توی ایران رو واسهتون توضیح میدم مثلا آپارات فرض کنید من میخوام یک ویدیویی از آپارات رو داخل وبسایت خودم نمایش بدم بیایم یه ویدیوی اینجا پیدا بکنیم خب مثلا من میخوام این ویدیویی که مربوط کشتی تیلور رو حسن یزدانی هست رو توی وبسایتم نمایش بدم میخوام اینو از آپارات بردارم خب ببینید روی این سه نقطه اگر کلیک بکنید اینجا که نوشته دریافت کد روی این کلیک بکنید و اینجا این تیک رو فعال کنید کد آی فریمش رو کپی کنید ببینید روی این که بزنید کپی میشه خب من این کد رو از اینجا کپی میکنم و اینا رو هم پاک میکنم از اینجا میام و کد رو اینجا پیستش میکنم خب کد رو اینجا پیست میکنم اتفاقی که میفته تمام صفحه هست یعنی کانتینرش الان بادیه هرچقدر من این صفحه رو بزرگ کنم این ویدیو هم داره به همون میزان بزرگ میشه و الان میتونیم اینجا پلیش کنیم ببینید خب حالا میتونم اینجا ببینید من یه لحظه این کد رو از اینجا برش میدارم میام یک دیو میسازم با کلاس کانتینر یک دیو با کلاس کانتینر میسازم و اون کودایی که از آپارات کپی کرده بودم رو داخل این دیو با کلاس کانتینر پیستشون میکنم خب حالا میتونم اینجا بیام یه ای سری استایل بدم بگم نقطه کانتینر کلاس کانتینر رو انتخاب کن مثلا میگم ارزش 350 پیکسله ببینید این الان داخل اون کانتینر میافته ارز اینم کوچیک شد دیگه کاری به ابعاد صفحه نمایش نداره هرچقدر چقدر ما اینو بزرگ کوچیک کنیم این همون 350 پیکسل هستش میتونیم مثلا به کانتینرمون بگیم یک بوردر داشته باشه بوردر مثلا دو پیکسل سالید رد ببینید یک بوردری اطراف این کشیده میشه پس میتونیم به این صورت از ویدیوهایی که توی آپارات هست توی صفحات وب خودمون استفاده بکنیم در مورد درج ویدیوهایی که توی یوتیوب هستم هم لطفا بیاید این مقاله رو بخونید نکته ای که مشترک هست بین درج ویدیوهای آپارات یا یوتیوب توی صفحات وب این هستش که میایم از یک آی فریم استفاده میکنیم که آی فریم رو توی قسمت 97 به صورت کامل واسه توضیح دادم ببینید اومده از عنصر آی فریم استفاده کرده اینجا هم من این کدی که از آپارات برداشتم یک کد آیفریم فریم هست و از آی فریم استفاده شده امیدوارم این قسمت هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه حتما مطالبی که توی این قسمت توضیح دادم رو چندین بار تمرین و تکرار کنید تا کاملا بهش مسلط بشین تا قسمت های بعد به خدا میسپارمتون خدا نگهدار